ابوذر آزاران در وبلاگ خارج از محدوده به نظرسنجی دانشپژوهان یک مرکز دینی به نام مدرسه عالی مطهری در تهران می‌پردازد. موضوع نظرسنجی از میان این دانش آموزان که خودشان هم بعدها مرتبه دینی و سیاسی پیدا خواهند کرد در مورد زیان ورود برخی طبقات اجتماعی به سیاست بود. پاسخ دهندگان نه نیروهای مدرن و سکولار و لایک که مشخصاً افرادی مذهبی و داری مقیدات دینی هستند و انتظار می‌رود پاسخ به گزینه 3 یعنی روحانیون و علمای دینی در صدر نظرسنجی نباشد. اما نتایج نظرسنجی درست برعکس آن است. نیمی از آنها گفتند ورود روحانیون و علمای دینی به سیاست بیشترین مضرات را دارد. این بدان معناست که خوانندگان مذهبی وبلاگ یک طلبه مضرات حضور روحانیون در سیاست را بیش از حضور نظامیان می‌دانند. اگر نیروهای مذهبی این چنین مضرات ورود روحانیون به سیاست را سنجیدند، نتیجه پیمایش نظرات نیروهای مدرن و افکار عمومی که با همه وجود از دین می‌گریزند از همین الان روشن است. بهمن هدایتی در وبلاگ کلاشینکوف دیجیتال نیم نگاهی دارد به مواضع انتخاباتی میرحسین موسوی، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آتی. وی برخی اظهارات موسوی مبنی بر جمع کردن گشت‌های ارشاد و بازنگری در قانون اساسی و مجوز برای راه‌اندازی تلویزیون‌های خصوصی را صرفاً انتخاباتی می‌داند و انجام ناپذیر. این تک مزراب‌های میرحسین انصافاً مؤثر و هوشمندانه بود. بگذاریم از اینکه مسئله گشت‌های ارشاد اصولاً در اختیار رئیس جمهور نیست یا امکان تحقق اصلاح قانون اساسی و راه اندازی تلویزیون خصوصی هم تقریباً در حد صفر، بلکه زیر صفر است. آمدن میرحسین به عنوان یکی از مردان درجه یک دهه 60 به میدان یک نتیجه بلند مدت و البته بسیار شیرین برای بعضی از تیپ‌های سیاسی خواهد داشت. تداوم و تسریع کاهش نقش رفسنجانی در نظام. میرحسین برخلاف چهره‌هایی مثل کروبی و خاتمی خودش را همتراز و همشأن هاشمی می‌داند و اصطلاحاً در فعالیت سیاسی تحت تأثیر هاشمی نیست. بخش امروز در وبلاگ‌ها منتخب وبلاگ‌های فارسی زبان است که به مسائل گوناگون می‌پردازند. شبکه خبری دو زبانه و مولتی میدیا ایران وی‌ان‌سی وبلاگ‌های شما را با همکاری دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا و کتابخانه کنگره آمریکا آرشیو می‌کند و آدرس اینترنتی URL آنها را در وبسایت قرار می‌دهد. با پست کردن هر مطلب جدید آن را برای ما ارسال نمایید تا ما آدرس آن را برای هر وبلاگ آرشیو شده ایمیل کنیم. انعکاس وبلاگ‌ها به آن معنا نیست که این شبکه خبری به گونه آنها را مورد تایید قرار می‌دهد. بخش امروز در وبلاگ‌ها منبعی است برای گرفتن نبض فرهنگ و مردم ایران.